استعفای نخست وزیر لبنان در پی دو هفته تظاهرات. سعد حریری گفت به خواست معترضان کنار می رود. ادامه نارامی در عراق با وجود محدودیت‌های امنیتی. صدها بغدادی دستور دولت را زیر پا گذاشتند. کربلا صحنه خون و درگیری. جلوگیری از برگزاری مراسم یادبود کوروش. نیروهای انتظامی جاده‌های منتهی به پاسارگاد را بستند. و پکن میزبان طالبان. آمریکا از ورود چین به مذاکرات صلح افغانستان استقبال کرد. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. سعد حریری نخست وزیر لبنان در پی دو هفته اعتراض به اصلاحات اقتصادی پیشنهادی دولتش اعلام کرد که به خواست معترضان از قدرت کنار می‌رود. آقای حریری در یک سخنرانی که از طریق تلویزیون پخش شد و بی بی سی فارسی هم آن را پوشش داد، گفت که به کاخ ریاست جمهوری می‌رود و استعفای خود و کابینه‌اش را تقدیم رئیس جمهوری می‌کند. آقای حریری گفت دولتش به بن‌بست رسیده و از همه حزب‌های سیاسی خواست تا به مسئولیت اصلی خود یعنی حفظ لبنان پایبند باشد. اليوم ما بخفيكم وصلت لطريق مسدود وصار لازم نعمل صدمه كبيره لمواجهه الازمه. امروز ما به یک بن‌بست رسیدیم و نیاز به یک شوک داریم که به این سیستم وارد کنیم تا با این بحران روبرو بشیم. من دارم به کاخ ریاست جمهوری میرم تا استعفای دولت رو به آقای رئیس جمهور میشل اون و مردم لبنان تقدیم کنم. این در پاسخ به خواست و اراده هزاران لبنانی است که به خیابون‌ها ریختند و تقاضای تغییر کردند. وظیفه همه ماست که تلاش کنیم و چتر نجاتی برای پیشگیری از سقوط کشور ارائه کنیم. اولویت ما باید ثبات لبنان، اتحاد لبنان و صلح و آرامش مدنی باشه و دور کردن کشور از سقوط اقتصادی. و به همه شرکای سیاسی میگم که امروز وظیفه همه ما اینه که با هم کار کنیم و از لبنان در برابر همه خطرات محافظت کنیم و کاری کنیم اقتصاد لبنان دوباره روی پای خودش بایسته. هیچ وقتی رو نباید تلف کرد و من استعفای خودم رو تقدیم خواهم کرد و وضعیت رو در دستان رئیس جمهور و مردم لبنان قرار خواهم داد. منصب‌های سیاسی میان و میرن، اما چیزی که مهمه اینه که کشور ما بی‌لطمه بمونه. خداوند از لبنان محافظت کنه و عمر لبنان دراز سعد حریری بود، نخست وزیر لبنان. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب حالا از واشنگتن با ماست. آقای هاشمیان، برداشت شما از صحبت‌های کوتاه آقای حریری چه هست؟ او گفت کشور به یک شوک نیاز داره. دقیقاً به چی داره اشاره می‌کنه آقای حریری؟ بله، اینجا سه تا مسئله هستش. یکی این که آقای حریری تلاش می‌کنه که یک مانور سیاسی ارائه بده و این مانور سیاسی بتونه مثلا رو تظاهر کنندگان از یک سو تأثیر بذاره و سوی دیگه از کسانی که در این نظام سیاسی شریک هستن به خصوص آقای میشل اون به اون شکل تأثیر بذاره. معنی دوم این استعفا به این شکل که این مانور سیاسی به هیچ وجه نیست و در واقع آقای حریری تصمیم خودش را گرفته همراه با تظاهرات یا تظاهر کنندگان شده و در واقع پایانی داده به تمام اون چیزی که حزب الله تحت عنوان العهد یا پیمان و توافقی که در واقع میشل اون رو رئیس جمهور کرد و سپس دولت آقای سعد حریری رو به این شکل بوجود آورد. الان موضوع سوم موضوع پایان العهد هستش که حزب الله به شدت از اون دفاع میکرد و در روزهای اخیر هم تظاهرات یا تهدید به ورود به خیابان یا تظاهرات کرد و در واقع نیروهای خودش را از شهرهای دیگه مثل سور و مناطق مختلف از جنوب لبنان فرا خوند، به چند تا میدان حمله کردند و دقیقا استعفای آقای حریری بعد از این حملات حزب الله صورت گرفت. الان به اعتقاد من چیزی که داره اتفاق میفته این که العهد حزب الله یعنی اون
توافق و پیمانی که منجر به رئیس جمهور شدن آقای میشل آن شده در واقع این پایان یافته. در 13 روز گذشته بعد از شروع تظاهرات آقای حریری بر میشل آن فشار می‌آورد که در واقع دیگه نمیشه العهد رو نگه داشت و بایستی با توجه به تظاهرات گسترده‌ای که صورت گرفته تغییراتی صورت بگیره. ضمن اینکه هم در خیمه خود آقای میشل آن اونجا انشعاباتی رخ داده، دو تا دختراش در واقع همراه با تظاهرکنندگان شدن، داماداش بر علیه آقای میشل آن موضع گرفتن. لذا این چیزی که الان به این شکل داره مطرح میشه کار حزب الله برای نگه داشتن العهد را خیلی مشکل کرد. ولی فکر میکنید اگر اونچه که شما به اسم العهد بهش اشاره کردید که شامل در واقع ائتلاف حزب الله میشه با آقای سعد حریری و گروه های دیگه، اگر اون از بین بره معترضان راضی میشن و به خونه هاشون میرن؟ چون به نظر نمیرسه اینطور باشه، یعنی معترضان اتفاقا به نوعی به فسادی که بر در واقع دولت فعلی لبنان حاکم هست و بوده در طول چندین دهه گذشته معترض هستن. دقیقا حرف شما کاملا درسته. تظاهرکنندگان به هیچ وجه به خونه هاشون نخواهند رفت. ما امروز دیدیم که بعد از اینکه آقای سعد حریری در واقع استعفای خودش رو خوند و قرار شد از بیت وسط در بیروت بره به کاخ ریاست جمهوری و اونجا استعفا رو تقدیم آقای میشل آن کنه، همه تظاهرکنندگان فریاد زدن که الان نوبت میشل آنه که استعفا بده. این فریاد به این معنیه که بایستی یک العهد تموم بشه و دو بایستی برای بنای یک نظام سیاسی که مبتنی بر حقوق شهروندی و مدنی نه بر اساس سهمیه بندی قومی و مذهبی و امثال اینا شک بگیره در لبنان. و خب پیشبینی شما چه هست؟ فکر میکنید که بعد از این چه خواهد شد؟ آیا سعد حریری از قدرت کنار خواهد رفت؟ امکان برگزاری انتخابات هست؟ یا اینکه باز سعد حریری ممکن است برگرده با یک دولت جدید؟ ببینید قبل از اینکه آقای حریری استعفا بده، حزب الله تلاش میکرد که از طریق دولت فعلی یعنی آقای سعد حریری به برخورد با تظاهر کنندگان روی بیاره. الان که سعد حریری استعفا داده، در واقع حزب الله اوریان و به شکل مستقیم با تظاهرکنندگان درگیر خواهد شد و بنابراین بایستی ببینیم نتیجه این درگیری چه خواهد شد. حزب الله به هیچ وجه حاضر نیست که العهد را کنار بذاره و به هیچ وجه حاضر نیست که این ساختار فاسد سیاسی و اقتصادی رو کنار بذاره، چون که الان قدرت برتر 18 وزارتخونه در واقع در اختیار اونهاست، سلاحشون در دستشونه، کسی از اونا نمیپرسه چه کار میکنین، روابط خارجی لبنان منحصرا در دست اونهاست و بسیاری از مسائل دیگه. بنابراین بایستی منتظر ببینیم که در مرحله بعد از استعفا حزب الله چگونه با تظاهرکنندگان برخورد میکنه، ضمن اینکه تظاهرکنندگان هم حزب الله را قبول نداره. ممنونم از شما آقای هاشمیان. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب از واشنگتن. سازمان ملل از مقام‌های عراق خواسته تا درباره استفاده از زور و کشته و زخمی شدن معترضان تحقیق کنند. دیشب چند شهر عراق برای چندمین شب پیاپی ناآرام بود. به گفته منابع بیمارستانی در کربلا، در درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی دست کم 18 نفر کشته شدند و بیش از 800 نفر زخمی. هرچند وزارت بهداشت کشته شدن معترضان را تکذیب کرده. در بغداد هم صدها معترض بی‌اعتنا به محدودیت رفت و آمد شبانه به خیابان‌ها آمدند. جزئیات بیشتر از فیروز اکبریان. شلیک بیوقفه گلوله در دل شب اینجا در کربلا. معترضان ناراضی از دولت با نادیده گرفتن همه هشدارها دیشب به خیابانها آمدند. پاسخ دولت کوبنده بود. گشودن آتش به روی معترضان و کشته شدن عده‌ای و زخمی شدن صدها نفر دیگر. وزارت بهداشت اما کشته شدن معترضان را تکذیب کرده و اینجا بغداد
اصلا قرار نبود معترضان به خیابان‌ها بیایند. دولت دیروز مقررات منع رفت و آمد شبانه را در پایتخت اعلام کرد. صدها معترض اما بی‌اعتنا به محدودیت‌ها در چند نقطه شهر تجمع کردند. شعار می‌دهند ای عراق با خونم تو را نجات می‌دهم. معترضان عصبانی از فساد، بیکاری و ضعف خدمات عمومی خواستار کنارگیری دولتند. به اسقاط نظام لا الدوله، مرگ بر نظام نه مرگ بر کشور. مرگ بر نظام یعنی تغییر افرادی که از سال 2003 در قدرتن و شکست خودشون رو ثابت کردن. این نظام باید بره، باید افراد تغییر کنن. عادل المهدی نخست وزیر اما گفته قصدی برای پایین آمدن از پله‌های قدرت ندارد. در اعتراض‌هایی که از یک ماه پیش شروع شده دست کم 240 نفر کشته شدند، هزاران نفر زخمی. سازمان ملل خواستار کاهش تنش‌ها شده. ما از مقام‌های عراق می‌خواهیم که تحقیقاتی را درباره رفتار خشونت‌آمیز با معترضان شروع کنند. مهمتر از همه از آنها می‌خواهیم تا اطمینان پیدا کنند که با معترضان بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر برخورد می‌شود. دولت ایران از مردم خواسته به دلیل ناآرامی‌ها فعلا به عراق و مراکز زیارتی آن سفر نکنند. دولت تا حالا نتوانسته مانع آمدن معترضان به خیابان‌ها باشد. نه با سربازان سینه سپر کرده، نه با شلیک گلوله و گاز اشکاور و نه با محدودیت رفت و آمد. فعلا خیابان‌ها در تسخیر معترضان است. عراق تا روزهای التیام فاصله زیادی دارد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی خبر داده که نیروهای آمریکایی مردی را کشتند که به احتمال زیاد رهبر جدید داعش می‌شد. آقای ترامپ بدون نام بردن از این فرد از او به عنوان جایگزین شماره یک ابوبکر بغدادی نام برده. دوشنبه گزارش شد که ابوالحسن مهاجر، سخنگوی داعش و یک عضو بلندپایه این گروه کشته شدند. در اهواز تا صبح امروز بیش از 4000 بیمار تنفسی در پی بارندگی به مرکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی مراجعه کردند. روابط عمومی این دانشگاه گفته بیش از 100 نفر بستری و بقیه سرپایی معالجه شدند. اهواز مدت هاست که با مشکل آلودگی هوا و ریزگردها روبروست. بارندگی های اخیر هم در زندگی روزمره اختلال ایجاد کرده. امروز در تفویم ایران روز کوروش نامگذاری شده، اولین پادشاه هخامنشی که مورد احترام بسیاری از ایرانیان و مورخان است. اما در روز کوروش در ایران مراسمی برپا نمی شود، چون حکومت ایران با برنامه‌ریزی گسترده امنیتی و انتظامی چند سالی است که مانع برگزاری این مراسم می شود. امسال هم کسانی که می‌خواستند به آرامگاه کوروش بروند با ایستای بازرسی و جاده‌های بسته مواجه شدند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. روز 7 آبان 98 روز جهانی کوروش. باز هم تکاپوی پلیس و نیروهای امنیتی حکومت ایران برای سرکوب هر مراسمی به یاد بود روز کوروش. مجموعه تخت جمشید و پاسارگاد رو بستم. الان هم که اومدیم نقش رستم اجازه ورود نمیدن. میبینید که پارکینگ خالیه و اونجا اون انتظامی و ماشینه شخصی اونجا واستاده و خودشون داخل ماشینه نشستن مسئول نیروی انتظامی. آنچه حکومت نمیخواهد تکرار این صحنه هاست. در سال 95 بزرگترین تجمع ایرانیان در آرامگاه کوروش نشان داد جریان باستانگرایی و رجعت به گذشته پیش از اسلام جریانی پرقدرت در ایران است. آنقدر قدرتمند که با شعارهایی که هم سلطنت طلبانه بود هم ناسیونالیستی، عرب نمی‌پرستید، ده ها سال سرکوب مفاخر باستانی ایران را به چالش کشید. اما خیلی از برگزار کننده ها در آن سال بازداشت و زندانی شدند. 6/8/98 و هر سال حکومت ایران با بستن جاده های منتهی به آرامگاه کوروش و لغو تورهای مسافرتی و غیره مثل امسال مانع از برگزاری مراسم شده. شهرستان پاسارگاد میگن که ازدواج زدند. تا جایی که حتی یکی از وکلای متهمان سیاسی در ایران میگوید او را احضار کردند که مبادا در روز کوروش شرکت کنیم. جمهوری اسلامی می‌خواهد مراسم مذهبی و شیعی ایرانیان پررنگ باشد، مثل محرم و اربعین، و برای آن کلی هم هزینه می‌کند. این هم ورودی پاسارگاد. هزینه‌ای که امسال و سال‌های قبل صرف مراسم کوروش شده برای جلوگیری از برپایی مراسم است.
مقامات سیاسی و مذهبی ایران در میانه بلا تکلیفی و اختلاف نظر درباره نحوه برخورد با روز کوروش گرفتار شدند و در مورد کسی مثل لطف الله دشکام امام جمعه شیراز این اختلاف نظر با خودش هم هست. لطف الله دشکام در سال 96 چنین گفت: هفتم آبان عده‌ای حرکاتی انجام می‌دهند و خوشرقصی می‌کنند. یک جریان شکست خورده سیاسی می‌خواهد کوروش را در مقابل اسلام علم کند که باید مردم هوشیار باشند. ولی امسال نظرش ملایم‌تر شد. مسئله هفته آبان گاه به عنوان یک مسئله امنیتی ما را درگیر کرده است و این در حالی است که این موضوع ریشه فرهنگی دارد و باید با راهکار فرهنگی به دنبال حل آن باشیم. حکومت ایران شاید نتواند درباره اینکه با روز کوروش چه کند به یک نتیجه مورد توافق همگان برسد. اما این از شکل گیری و تکامل یک جریان باستانگرایی که معلوم نیست به کجا خواهد رفت جلوگیری نخواهد کرد. سیاوش اردلان، بی بی سی. پویا قربانی همکارم که شبکه‌های اجتماعی رو دنبال می‌کنه اینجا در استودیو با ماست. پویا، در روزهای منتهی به این روز کوروش که قرار هست مردم در واقع میرن به سمت پاسارگاد، در شبکه‌های اجتماعی چه گذشت؟ معمولاً دعوت می‌کنن که بیشتر و بیشتر مردم حاضر باشه. در تقویم غیررسمی ایران روز بزرگداشت کوروش هفته آبان و برای این روز از چند روز قبل هم علاقه‌مندان به کوروش آماده بودن، هم به نظر میاد که نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی خودشون رو آماده کردن برای جلوگیری از هر گونه تجمع و گردهمایی. داستان از این قراره که ما با یک عده بسیاری از مردم علاقه‌مند به کوروش کبیر اونجوری که خودشون میگن مواجهیم، ولی فقط محدود به اون مردم علاقه‌مند به تاریخ نمیشه. ما فعالان اجتماعی و فعالان اجتماعی سیاسی هم داریم که یک جور در حقیقت با رگ‌ریشه ملی‌گرایی و پان ایرانیستی به هر حال به جستجوی یک گذشته پرشکوه هستن. هرچی هم که تو سالهای گذشته در سالهای اخیر وضعیت مردم به نسبت تغییر کرده، این انگار علاقه به جمع شدن و دور اون نماد جمع شدن بیشتر شده. بنابراین فقط یک تاریخ نیستش، یک انگار یک حرکت اجتماعی سیاسی داره اونجا شکل میگیره. اما خب همونطور که گفتم نیروهای انتظامی هم خودشون آماده کرده بودن، از جمله همونطور که تو گزارش سیاوش بود از فعالای سیاسی اجتماعی احضارشون کردن. این دفعه به کلانتری‌ها، مثلا بهمن احمدی عمویی تو توییترش نوشته بود که به کلانتری احضار شده و البته نرفته و گفته که خواستن که تعهد بگیرن برای اینکه نرن. چند تا دیگه هم بودن. از چند روز قبل مثلا توییت آرش صبحانی رو داشتیم که یه جور کنایه‌آمیزی نوشته بود که داریم به روز تعمیر و بسته شدن جاده پاسارگاد نزدیک میشیم. این تصاویری هم هستش مربوط به امروز. تصاویری یعنی ما تصاویری دریافت کردیم که علارغم اینکه خواسته بودن ازشون که نرن رفتن، اما مردم هنوز به اونجا نرسیدن. تصاویری که داریم حکایت از این داره که از پنجم آبان جاده های منتهی به پاسارگاد بسته شده. هم فیلم روز هست هم فیلم شبش که مربوط به دیروز هستش. امروز یکی از مخاطبامون فیلمی فرستاده بود که حکایت از این داشت که رفته پاسارگاد و اونجا بسته بود، رفته نقش رستم و از اونجا فیلم گرفته بود که اونجا هم نیروهای انتظامی منتها در ماشین های شخصی حضور داشتن و جلوی مردم میگرفتن. ما در شبکه‌های اجتماعی درخواست کردیم از مخاطبا که اگه اونجا هستن، در پاسارگاد هستن، امروز به تلگرام بی بی سی شما ویدیو بفرستن یا در واتساپ که میتونن این شماره واتساپمون رو برن تو اینستامون ببینن و برامون اگر اونجا هستن ویدیو بفرستن. ممنونم ازت پویا. پویا قربانی همکار میشه هستش. عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید گروه طالبان در افغانستان یک نهاد یک دست نیست و شماری از فرماندهان این گروه به داعش پیوستند. آقای محب در نشستی خبری گفته طالبان باید ثابت کنند تا چند اندازه بر فرماندهانشان تسلط دارند. طالبان صحبت‌های مشاور امنیت ملی افغانستان را تبلیغاتی خوانده است. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز مشخص کرد که از دید دولت برای رسیدن به صلح از چه پله‌هایی باید بالا رفت. طرح تازه هفت ماده‌ای حکومت برای صلح. مذاکره کلیدی‌ترین موضوع این طرح است. مذاکره با آمریکا، طالبان و پاکستان.
حمدالله محب میگوید که در گذشته هیچ شرطی برای مذاکره با طالبان نداشتند، اما حالا دارند، چرا که دریافتند که طالبان گروهی یک دست نیست. اگر هست ثابت کند. اطلاعاتی هم وجود دارد که بعضی از فرماندهان عمده طالبان با داعش یکجا شده اند. طالبان باید ثابت کنند تا چه اندازه بر فرماندهان و جنگجویانشان کنترل دارند. به همین خاطر شرطی برای آغاز مذاکرات صلح از طرف دولت افغانستان گذاشته شده که طالبان تسلطشان بر فرماندهان این گروه را ثابت کنند. پیشنهاد ما این است که یک ماه آتش بس برقرار شود تا بعد از آن مذاکره شود. طالبان گفته های مشاور امنیت ملی افغانستان را تبلیغات خوانده و گفته که قابل واکنش و تبصره نیست و در مورد آن نظری ندارند. طالبان وابسته با پاکستان هستند. این باور مشاور امنیت ملی افغانستان است و از این رو گفته این گروه باید برای مردم واضح بسازد که چه رابطه پنهانی با پاکستان دارد. به گفته او بر اساس طرح صلح حکومت پاکستان هم باید تضمین بدهد که از طالبان حمایت نخواهند کرد. ادعایی که هم طالبان و هم پاکستان بارها رد کردند. ترسو پوری چه در پاکستان؟ تا زمانی که دولت پاکستان ضمانت ندهد که برای گروه‌های مثل طالبان جای ندهند و از آنها حمایت نکنند تا در جنگ افغانستان دست نداشته باشند، هیچ مذاکره صلحی نتیجه نخواهد داشت. دولت افغانستان باید از پاکستان تضمین بگیرد. عمران خان، نخست وزیر پاکستان، دیروز در دیدار با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، از حمایت دوامدار کشورش از روند صلح افغانستان خبر داد و گفت پاکستان به عنوان دوست صمیمی حاضر است که تمام اقدامهای لازم را در حد توانش انجام دهد، زیرا ثبات در افغانستان و منطقه خاص پاکستان است. آقای غنی اما میگوید پاکستان در جنگ اعلام نشده با افغانستان قرار دارد. طرح صلح آقای غنی در پایان عمر دولتش و در دقیقه 90 اعلام می شود. تقویم انتخابات ریاست جمهوری میگوید که در چند هفته آینده نتیجه مقدماتی و سپس نهایی این انتخابات باید اعلام شود. عملی ساختن این طرح در حال حاضر و با در نظر داشت اوضاع 1.5 دهه اخیر افغانستان اگر نگوییم ناممکن خیلی دشوار است، به ویژه اینکه طالبان هیچگاه حاضر نشدند که با دولت افغانستان رو در رو مذاکره کنند. علی حسینی، بی بی سی، کابل. بی بی سی دریافته که سفارت ها و کنسولگری های افغانستان اطلاعات شخصی هزاران افغان را در اختیار همه مردم قرار دادند. این اطلاعات حاوی جزئیاتی مثل نام، سال و محل تولد، شماره پاسپورت و در مواردی نشانی و شماره تلفن افغان‌هایی بوده که در اروپا، آمریکا و خاورمیانه به نمایندگی‌های افغانستان مراجعه کردند. دولت افغانستان پس از مطلع شدن بی بی سی از این خبر، نمایندگی‌های از نمایندگی‌های خودش خواسته تا این اطلاعات رو پاک کنند. کابون خموش همکارم اینجا در استودیو با ماست. کابون، این اطلاعات شامل چه چیزهایی می‌شده و چه شده، کجا در واقع نشر شده این اطلاعات؟ اطلاعات تعدادش خیلی زیاد است. ما وقتی صفحات فیسبوک کنسولگری های افغانستان را چک میکردم متوجه شدیم که خب تعداد یکی دوتا یا 100 تا 200 تا نفر نیست، به هزاران و ده ها هزار نفر میرسه. این اطلاعات در موارد در فیسبوک های سفارت های و کنسولگری های افغانستان منتشر شده، در موارد اینا ای اطلاعات بارگذاری کردن روی سایت های ناامن و بعضی وقتا حتی شما میتونید در وبسایت های بعضی از کنسولگری ها برین و جستجو کنین این اطلاعات که میتونه خطراتی را متوجه شهروندان افغانستان کنه. به طور مشخص یکی از کنسولگری های افغانستان در جده حتی صفحات اصلی پاسپورت شهروندان افغانستان منتشر کرده که برام بسیار جالب بود. وقتی ما رفتیم این پوستا را دیدیم، نه تنها شهروندان از اینا شاکی نبودن، حتی تشکر میکردن که مطلع شدن که پاسپورتشان به هر حال حاضر شده. در مورد ما پرسیدیم که چرا برخورد از اینا اینطور بوده، میگفتن که خب ما خوشحال میشیم از اینکه مراحل کاری، مراحل دریافت پاسپورت ما زود انجام بشه. ما به او فکر نمیکنیم که اطلاعات چقدر میتونه پخشش خطرناک باشه. و پاسخ دولت افغانستان چه بوده؟
خب ما دو سه روزی با دولت افغانستان، با وزارت خارجه و نهادهای دیگه تلاش کردیم صحبت کنیم. در آخرین موارد به ما گفتن که وزارت خارجه افغانستان به نمایندگی های خود نامه فرستاده که اعتراض پاک کنن، اما من لحظات پیش که اینجا می اومدم دوباره رفتم سری زدم به وبسایت ها و دیدم که هنوز انبوهی از اطلاعات وجود داره و پاک نشده. ممنونم ازت کاوون. کاوون خاموش هم کنم اینجا در استودیو. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا گفت که از انتخابات زودهنگام حمایت میکند. دیشب دولت محافظه‌کار از برگزاری انتخابات در روز 12 دسامبر سخن گفته بود. تصاویری که میبینید تصاویر زنده هست از مجلس عوام بریتانیا در لندن. نخست وزیر بریتانیا قصد دارد برای خروج از بنبست برگزیت انتخابات زودرس برگزار کند. اینستاگرام میگوید رویکردش را در مورد محتوای مضر و آزاردهنده تغییر میدهد. فشار بر اینستاگرام در پی خودکشی دختری 14 ساله در بریتانیا بیشتر شده. خانواده این دختر گفتند که او تحت تاثیر تصاویری درباره خودآزاری و خودکشی قرار گرفته بود. منتقدان خواستار قوانین جدید شدند و پدر این دختر میگوید شبکه‌های اجتماعی باید برای ممنوع کردن چنین تصاویری بیشتر تلاش کنند. بخشی از این گزارش ممکن است برای بعضی از بینندگان ناراحت کننده باشد. این راسل به دنبال پاسخ است درباره شرکت‌های بزرگ تکنولوژی، شبکه‌های اجتماعی و خودکشی. این فقط برای مالی نیست، برای زندگی هر جوونی که تباه شده. مالی بعد از تماشای تصاویر تکان دهنده درباره خودآزاری و خودکشی عمدتاً روی اینستاگرام خودش را کشت. با وجود محدودیت‌های اعمال شده روی این پست‌ها، اگر دنبالشان بگردید هنوز پیدایشان می‌کنید با همان جزئیات آزاردهنده. اما حالا اینستاگرام به بی بی سی میگوید تدابیر سختگیرانه تری در راه است و نسبت به دامنه گسترده تری از محتوا. تصویر شیوه ها و ابزار به کار رفته در خودآزاری. این یک گام بزرگ به جلوست و من به این گام افتخار میکنم. اجرای کاملش در تمام ابعاد محصول ما وقت میبره، اما این آخرین گام ما هم نخواهد بود. Children's ER. اورژانس کودکان. And emergency. We're here on a Monday morning. این با دکتر فری هس همراه شده. او پیوسته کودکان بیشتری را که خودآزاری کردن درمان میکنند. عدهشون داره به سرعت بیشتر میشه و سنشون داره خیلی پایین میاد. آیا این با شبکه‌های اجتماعی مرتبطه؟ قطعاً ارتباطی با شبکه‌های اجتماعی هست. She always wanted to help people. So I'm pretty certain that she would be pushing for change. اون همیشه میخواست به دیگران کمک کنه. برای همین میدونم که خواستار تغییره تا جوان‌ترها وقتی آنلاین هستن امن باشن و اگه کمک بخوان بهش دسترسی داشته باشن. حالا در سیلیکون ولی تغییراتی حاصل شده، اما سفر این راسل برای دخترش مالی همچنان ادامه دارد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که بیننده بی بی سی فارسی هستید.